اینک توجه شما را به تفسیر خبر امشب جلب می‌کنم که می‌پردازد به بررسی سخنان مصطفی تاج‌زاده، معاون سیاسی وزارت کشور در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در ایران از زندان اوین. در مطلبی تحت عنوان اینها همان طالبان هستند ولی شجاعت و جسارت آنها را ندارند. مصطفی تاج‌زاده، معاون سیاسی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی، که از سال 88 در زندان اوین به سر می‌برد، در دیدار با همسر خود در زندان با اشاره به مقام‌های کنونی جمهوری اسلامی گفته است اینها همان طالبان هستند ولی شجاعت و جسارت آنها را ندارند. بنابراین گزارش سایت کلمه در مطلبی که روز یکشنبه منتشر کرده از قول آقای تاج‌زاده می‌نویسد اینها طالبان ترسو هستند که می‌خواهند پنهانی کارهایشان را بکنند، غافل از اینکه در عصر ارتباطات کار پنهانی معنا و امکان ندارد. به نوشته کلمه، فخرالسادات محتشمی پور، همسر مصطفی تاج‌زاده، عضو دربند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت، این مطلب را در یادداشتی در مورد روز ملاقات خود با همسرش نوشته و در وبسایت کلمه بازتاب داده است. به نوشته همسر آقای تاج‌زاده، و این مطالب را در واکنش به خبر لایحه مربوط به لزوم اجازه سرپرست مذکر برای صدور گذرنامه برای زنان ایرانی مجرد زیر 40 سال بیان کرده است. و این در حالی است که بیش از یک ماه پیش و در روز 23 آبان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ایران به ماده ای از لایحه گذرنامه رأی داد که بر اساس آن صدور گذرنامه برای زنان ایرانی مجرد زیر 40 سال مشروط به موافقت رسمی ولی قهری آنها و در غیر این صورت حکم حاکم شرع می شود. و حال مصطفی تاج‌زاده در واکنش به این خبر با طالبان خواندن مقام‌های جمهوری اسلامی گفته است لابد از این پس دختران دو جشن تکلیف دارند، 9 سالگی شرعی و 40 سالگی عقلی. همسر آقای تاج‌زاده در ادامه یادداشت خود می‌نویسد در این ملاقات موضوع زشت‌کاری‌های بعضی از بازجوهای سپاه را با وی در میان گذاشته و مصطفی تاج‌زاده نیز در واکنش و با اشاره به این بازجوها گفته است که اگر اسم و عکسشان دست به دست بگردد بقیه حساب کار خود را می‌کنند. گفتنی است فخرالسادات محتشمی پور در یادداشت خود از جمله به مورد بدرفتاری‌های بازجوی زندان با علیرضا رجایی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اشاره می‌کند. و این در حالی است که این هفته ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی و عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته بود که مفاسد بازجویان شما روی شکنجهگران ساواک را سفید کرده است. وی همچنین خبر داده بود که بازجوی علیرضا رجایی از همسر وی خواسته است تا از همسرش طلاق بگیرد. در این میان مصطفی تاج‌زاده هم در دیدار با همسرش و در واکنش به این خبرها گفته است دستگاه قضایی پادشاهی بحرین هم از ما جلو افتاد، چرا که در روزنامه ها خواندم که 8 پلیس به جرم شکنجه زندانیان سیاسی بحرین بازداشت شدند. و این در حالی است که اینجا ما باید جواب بدهیم که چرا از شکنجه در زندان نوشته ایم و شکایت کرده ایم. و این یعنی اینکه در ایران به جای رسیدگی به شکایت زندانیان سیاسی آنها را باز هم محکوم می کنند. بنابراین فقط باید گفت برای این حکومت واقعا شرم‌آور است، چرا که امیر بحرین هم از آنها دموکراتیک تر عمل می کند. یادآور می شود دادگاه انقلاب تهران مصطفی تاج‌زاده را در فروردین ماه سال 1389 به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام مجموعاً به 6 سال حبس و 10 سال محرومیت از فعالیت در احزاب و مطبوعات محکوم کرده است. اما با این حال وی تاکنون نامه‌های مختلفی از زندان خطاب به مقامات جمهوری اسلامی نوشته و سیاست‌های داخلی و خارجی آنها را به باد انتقاد گرفته است.